نمایشگاهی بود گروهی که آقای سمی آذرم این کار منو خیلی خوشش اومده بود و فلان، زن منم اومد و اینا و بعد گذشت. خب مثلا بعضی هم تبریک میگفتن که مثلا سمی آذرم اینقدر از این کار خوشش اومده اینا. تو را که برمیگشتیم توی خانه هنرمندان این نمایشگاه خیلی سال پیش برگزار شد، داشتیم برمیگشتیم که مثلا خوب شد، حالا بالاخره یه نفری که الان هست خوشش اومده اینقدر خوب شد که خود گذار کنم، ولی من خیلی به هم برخورد. بله کسی باید بدرفتاری کردش فلا. گفت نه اگه تو بلند بشی من از بین میرم. خب حالا باید قصه تابلو رو تعریف بکنم. تابلو اینه، یه پرتگاهه، اولا بزرگ کار، یه پرتگاهه که تقریبا نوک اینجا صخره است، نوک این یه دایره است، یه کره است که روی این یه الواره که مثل الا کلنگه. به نتیجه من اینجا، اون فهمید که منم، چون من اصلا دروغ نمیکنم، سعی میکنم دروغ نگم، اینجا نشستم، اونم این نوک داره میرخصه. خب اون اگه بپر پایین، اینجا پرتگاه، بپر پایین، من فوقش یه اینجوری میشم. اتفاقی بر من نمیفته، زیرم سفت سفت. اما اگه من به هر دلیلی تازه پشتم هم بهشه پاشم، اون افتاده تو پرد و راست میگه. من داشتم خودم هم بگشدم و همسرم رامکو دوستا لکه هست، یعنی انقدر دقیق نیست، ولی چون من راست میکشم درست اون چیزی که آره راست اون چیزی که هست، صادقانه میکشم، کلمش اینه، و اون میدونست و اونم از زاویه خودش به این ماجرا نگاه کرده، حتما به این ماجراها نگاه کرده. اینه که بلافاصله اون لکه فهمید کیه، این یکی لکه فهمید کیه. حالا یه دومی وجود داره، هر چقدر به من بگن از جهت تجسمی، آقای حمید سوری 2 ساعت یک کار منو از جهت زیبایی شناسی ستایش کرد، راست میگفت، ولی اصلا بر من مهم نبود. یه دختر 16 ساله اومد یه حرفی رو به من زد، گفتم این تابلو مال تو، 2 متر در 2 متر، گفتم مال تو. با کیف کلوپشتیش اومده بود، اینم تو گالری لاله بود اومده بود، و اولین که ساعت 4 نشده بود که تازه 4 هنوز کسی نمیاد، یه خود هول و فلان این حرفا. من اومدم کنار آرام بشه، فهمیدم یه چیزیش هست، بعد رفتم و خودم معرفی کردم و احتمالا گفتم مثلا چی و اینا. جلوی یه کار، همین کار مورد نظر، طولانی وایساد، یه دورکی زد، بعد جلوی این وایساد. گفتم چی فکر میکنی؟ گفت شما نقاششین؟ گفتم آره. گفت میخوام دستتونو بگیرم. گفتم بیا این دست من. ولی برای چی؟ گفت نه این دستتونو، اون دستی که توی کاره رو میخوام بگیرم. گفتم خب برای چی؟ گفت من کمکی از دستم بر نمیاد، اونم میدونه، به خدا این کار من بتونش رو میدونم مات میمونه، اونم میدونه، همین که دستش رو بگیری کافی. حمید 2 ساعت حرف زد. گفتم حمید بس ببینم قصه دختره رو برات بگم. گوارم میدونم اشکال ما متخصص ها اینه که میایم با تخصصمون میسنجیم، این رمانه نمیخونیم، همین میسنجیمش که چقدر مثلا فلان به کار برده، آفرین که چرا این کار کرد. برای من چون جفتش یکیه و اگه بگم خیلی خوشحالم، از زندگیم راضیم، عمدش به خاطر اینه که من هیچ وقت از کارم جدا نیستم، هیچ وقت از زندگیم جدا نیستم. بعد از سال 75 هم تو زندگی مشترک هم به نظرم میاد که
یه عمقی پیدا کرد، گرفتاری‌های جدی‌تری بود، عشق نمیتونست بعضیاشو حل بکنه و خانواده شک گرفت. من مخالف بچه دار شدن اصولا بودم، ولی شدم، زور دیگران بیشتر بود. البته ناراضی نیستم از این تجربه عجیب. البته 79 ما بچه دار شدیم، اما دائم این بحثش بود دیگه و به یه شکل اولیه رسیدم، مثلث خانواده، یعنی پدر، مادر، فرزند. باور این رو دارم، هنوزم خیلی جدیتر دارم پیش میبرم، که همچین که یک جمع به وجود میاد، فضای مابین این جمع هستش که تعیین میکنه که اعضای جمع چه کنند. پس این شکل مثلثی که به وجود اومد برام، پدر و مادر و فرزند، اون وسطش محیط مثلثه برام مهم شده بود، که شده بود خانواده. یعنی خانواده این وسط میشست، یه عالم تصویر به وجود اومد. حالا این تصویرها که من شروع کرده بودم به خودم دنبال کردم، به تجارب خودم اتکا کنم، یه چیز دیگه هم بغل دستش به وجود اومد، به زبان شخصی رسید. این زبان شخصی رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، تا اینکه یواش یواش برای نزدیکان منم غیر قابل فهم شد. یه اصطلاح آب انبار من پیدا کردم، یعنی یه جایی که ارتباطش رو با بیرون کاملا قطع کرده. میگفتم گویا احساس امنیت بیشتری میکنیم وقتی توی آب انبار هستیم، وقتی میدونیم اینجا که هستم هیچ کس خبر نداره که من هستم، و احساس آزادی در آب انبار. خب البته به نظرم خیلی تلخه، هنوزم به نظرم تلخه، شبیه سلول میمونه که حالا تو سلولت انفرادی هر کار خواستی بکن بکن. اما مال ما خیلی ها به نظرم، من مال خودم رو ادامه میدم، طول کشید. من 5 سال توی این آب انبار موندم و کم کم انقدر مخاطب نداشتم و با خودم حرف زدم که این زبان شخصیه انقدر در نوع خودش تکامل پیدا کرد که وقتی از آب انبار اومدم بیرون با مردم حرف بزنم هیچ کس نمیفهمید من چی میگم. یک زبان به وجود اومده بود، اما من نیاز به گفتگو داشتم اونجا، چون چاره ای نداشتم و با خودم گفتم گرفتم. اما این گرفتم بیرون که میمدم با مردم حرف میزدم خاصیتی رو نداشت. عجیبه، کارام میدیدم صادقانه است، درست شکل دادم، اما چرا راضی نیستم؟ هی گیرش افتاده بودم. محوریت مجموعه خانواده و عشق بود، عشق به معنای وسیع خودش، نه اینکه الزاما در خانواده. خب این تلنگر آخر رو دوست فهیمم به هم زد، کریم نصر، کارم رو دید و گفت خیلی خوبه، ولی من دیگه نمیفهمم، دیگه سردر نمیارم. و اونجوری که خارج شد، چون خیلی قبولش دارم و آدم روابط خیلی خوبی رو با هم دیگه داریم، جدی میگیریم هم دیگه رو، دیدم که اثر گذاشت رو و دیدم ای بابا من اصلا همش دلم میخواد با آدما حرف بزنم. تو نمایشگاه هم گاهی حتی بعضی وقتا گالری داره ایراد میگرفتن که اینقدر قاطیشون نشو، مثلا بیا تو دفتر، من دوست دارم، به خوش میگذره اینجوری. یه جای کار میلنگید و تلنگر آخر رو کریم نصر به من زد. یه دفعه تصمیم گرفتم که کار نکنم، من بی وقفه کار میکنم، یعنی تعطیلی اصلا خیلی ساله که یادم نمیاد تعطیلی داشته باشم. گفتم تا مسئله تو حل نکنی، تا تشخیص ندی چه مرگته، نمیتونی دست به قدم بزن. من 6 ماه گفته بودم که نباید دست بزنیم، یعنی اگر زودترم پیدا کردم میگفتم که ممکنه اشتباه تشخیص داده باشی. به 8 ماه کشید،
یه کارایی رو کردم برای اینکه به خودم کمک بکنم، با تاریخ هنر لج شدم. یعنی شروع کردم بد و بیرا گفتن، از جمله به یکی از مهمترین دستاوردهای قرن 19 و 20 و اون زبان شخصی پی شروع کردم. اصلا دائم فحش میدادم، راه میرفتم فحش میدادم که ازم جدا بشه. یعنی کمکم میکرد که وقتی به یه آدم بزرگی مثل مونچ فحش بدم، فرق میکرد تا اینکه به خودم فحش بدم. به خودم شبیه قور بود، اما اونو هی باید اسناد برای خودم رو میکردم که چرا دارم این کار میکنم. به یه مصاحبه کوتاهی از بیکن برخوردم که یه جایی بیکن میگفتش که من کار رو برای 15 ثانیه دیدن انجام میدم. البته به گمانم موفق نبود، اما این 15 ثانیه یه دفعه برام جالب شد، چون همون موقع هم یه کتابی دستم بود، داستانهای فوق کوتاه، نمیدونم الان اسمش چی بود، ولی تقریبا یه پاراگراف یا دو پاراگراف بودش و در مقدمه نوشته بودن که اینجوریه که بین دوتا ایسکا یه قصه رو خوندی. در بطور بعضیش هم خیلی خوب بود، یعنی در ذهن آدم ادامه پیدا میکرد، ولی همونقدر کافی بود که وارد یک دنیا بشی. پس زمان با این کده یه یاداوری به من کرد که انگار زمانه ای نیست که من بخوام، یعنی فرد بخواد خیلی وقت بذاره برای اینکه یک مطلب و دستش بیاد. سرعت انتقال اطلاعات در زمان کوتاه یکی از اون چیزا میتونه باشه. خب چجوری؟ و اومدم به نکته بعدی رسیدم. دیدم که آشنا میتونه کمک بکنه که ما معطل نشیم. مثلا اگه من یه مردی رو بکشم که باهوشه، توانایی جسمی خیلی خوبی رو نداره، ولی از پسش برمیاد، خیلی سخته. چقدر اینو بخوام سخته از عهده‌اش فرض کنیم برمیام، ولی این اطلاعات رو انتقال بدم، خیلی ساده میتونم چاپلین رو بکشم. باهوشه، توانایی فیزیکی خیلی خوبی نداره، ولی از عهده‌اش برمیاد. خب من اگر مثال آشنا رو به جای توضیح طولانیم بذارم، شاید سرعتم بتونم کم بکنم. و من نقاشی نمیکشیدم، حالا داشتم بعد از 8 ماه تازه داشتم فکر میکردم، تازه داشتم یه راه حلایی رو پیدا میکردم. و به سومین بخشم رسیدم، یعنی اولی شد زمان، آشنا، و سومی این موبایل جلو چشم بود. بعد یه دفعه دقت کردم، من چند تا تلویزیون قدیمی داشتم، بنا بود باشه کارهایی رو بکنم. یه دونش اصلا یکی از شوخیام با آدمای جدید بود، میگفتم اگه تونستی اینو روشن بکنی؟ نمیدونست کدوم یکی از این پیچاست، بعد فشارش بده، بکش به چپ، به پیچ، نمیدونستی چی کارش بکنی. یعنی هی باید امتحان میکردی تا اینکه بشه. اینا به هم کمک کرد، دیدم ای کالاهای قدیمی تر هر کدومشون زبان شخصی گویا داشتن، یعنی مدتی طول میکشید من یاد بگیرم این چجوری باهاش کنار بیام. اما کالاهای الان علائم و کاربردهای ثابتی رو دارن، مثلا همشون دکمه روشن یا خاموش شدنشون یه علامت بیشتر نداره، همشون یه و رفتاری که باهاش میکنی یکی، و توش چه تکنولوژی پیچیده ایه، حیرت انگیز. دیدم عجیبه، تکنولوژی تو فوق پیچیده، کاربرد رو خیلی خیلی آسان، جوری که منی که مالی یه نسل دیگه هستم خیلی سخت‌تر با موبایل کار میکنم تو بچه‌م که اون موقع مدرسه‌م نمی‌رفت. یعنی اون گفت خب کاری نداره، اینجوری می‌کنی مثلا فلان میشه، راحت‌تر میتونه باش کنار بیاد. من ساختار ذهنیم با اون تفاوت داره و دیدم کاربرد آسان کمک میکنه که سرعت انتقال زیاد بشه و شروع کردم به کار کردن.
من 10 تا پورتره از خودم کشیدم، اینجوری که اولی رو کشیدم از روش اومدم کپی گرفتم رو 10 تا دونه کار، همه چی مشابهه هم. و به 10 روش مختلف کشیدمش. یکی از روش ها که روش پرزحمتی بود این بود که من در یک شرایط نوری ثابت رنگ رو میذاشتم رو صورتم، هر وقت که این دوتا رنگ عین هم میشد اون رنگ رو میذاشتم روی بومم. الان من اینجوری بودم و این بر صورتم تاریک بودش، فرض کنید. نه، من این بریش میکردم، همه چی تو شرایط یک نوع نور بود. و اومدم یه سوال ساده رو از اطرافیانم کردم، گفتم که ما مثلا تو تاریکی نشسته بودم، گفتم مثلا مامون به نظر من رنگ صورت من پریده یا همیشه اینجوری بود فلان. مادر من اتوماتیک تمام سایه ها رو حذف کرد، میگفت نه خوبه که یه قدری مثلا فلان شده. یه کاری رو من کردم برای دل خودم، اثر هنری نیست ولی اینقدر دوستش داشتم براش عنوانم گذاشتم که رامبراند آنچنان که مادرش میدید. رامبراند و صورتش پر سایه رو انتخاب کردم و اومدم فرض کردم که از اینجاهایی که نوره میشه حد زد این تیپ صورتش مثلا سرخ و سفید بوده و تمام جاها رو اون رنگی من کار کردم. و عجیب بود، به بعضی از آدم ها که نشون میدادم ایرادی نمیدیدن که تیر روشنی نداره و ما عادت کرده بودیم که حتما باید کار تیر روشنی داشته باشه. حتی من به شاگردام دائم توصیه میکردم که اگه حجم تیرگی بیشتر باشه بهتره، این تصویر بهتریه. شروع کردم بعضی از این زوائد رو دور کردم. یه تمرین با 10 نفر آدم جدی رو جمع کردم، 10 جلسه ما با هم کار میکردیم، چیزهایی رو عنوان میکردم، با هم شروع میکردیم دنبال کردم. تا ما میگیم مثلا بشقاب چینی، تقریبا همه ماها یک تصویر میاد تو ذهنم و جالبه که از یک زاویه. یعنی برای منی که این کاره هستم لیوانو از اینور نمیبینم، تا میگم لیوان اینجوریه، تا بفهمم دسته داره دستش از نیمرخ میبینم، لیوانه نگشته دستش از روبرو. پس ایراد نمیگیرم از کسانی که اینجوری میکشن. من فهمیدم برای اینکه سرعت بدم به ارتباطم اگه بگم بشقاب چینی باید زاویهش رو فلان زاویه آشنا قرار بدم، بعد عجیبه یه خط میکشیدم، هر کسی از اون رو، یکی از آدمایی که من خیلی بهش رجوع میکنم مادرمه، ولی بعضی وقتا متاسفانه در کلامم مادرم یعنی آدمی که نمیدونه میشه، دم دست خوبی است برا من. میگن خب گل سرخیه دیگه، درست که من گل سرخ نکشه. اینقدر فرمه براشون آشناست که بقیهشو تو ذهنشون ادامه میدن. آیا این اون چیزی نبود که من دنبالش میگشتم که سر نخو بدم؟ چون اگه بخوام تمام بگم زمان زیادی رو صرف باید بکنم، سر نخو بدم بقیهشو شما بسازیم، بقیهشو مخاطب من بسازه. تقریبا اینا شکل گرفت. حالا دیگه آماده و کار کردن شدم. این که مفاهیمی که تو ذهنمه رو چگونه به مثال تبدیل بکنم، و به گمان من مثال حوزه‌ای هستش که ما به درک مشترک میرسیم. یعنی وقتی کلمات رو یک نفر صادر میکنه در ذهن دیگری با تجارب خودش ادامه پیدا میکنه، به نتیجه ممکنه اون چیزی که من میگفتم انتقال پیدا نکنه. اما اگه ما سر یه سفره نشسته باشیم و با همدیگه داریم تجربهش میکنیم، احتمال نزدیک شدن اون بیشتر خواهد بود. بازم قطعی نیست، امکان نداره قطعی باشه، ولی نزدیکتر خواهد بود. و پیدا کردن مثال. خب پسر عزیز اینجا باز دوباره اومد وسط داستان هنری ما، از من سوالی رو کرد که دلم میخواستش که، و جواب داشتم، اما میخواستم جوابی رو بدم که اون هم مطلع بشه و به فردا نندازم و مثال مناسب برام به وجود نیومد. تا اینکه بالاخره مثال رو پیدا کردم و انتقال پیدا کرد، دیدم پس یه چیز دیگه هم اینجا مهمه، همون چیز اولیه‌ای که من حلقه مفقودم بود. مخاطب کو؟ وقتی من به زبان شخصی حرف میزنم، وقتی تو اون آبنبار
دارم با خودم گفتگو میکنم به مخاطبی فکر نمیکنم و طبیعی که به اونجا برسه. و به گمانم توی قرن بیستم بعضی از هنرمندایی که به فخر دوچار شدن به خاطر زبان شخصی بود. گفتم پس باید من حوزه مخاطبم رو پیدا بکنم یا انتخاب بکنم. و یه دفعه زدم به سیم آخر، گفتم حوزه مخاطب من از حدود بلوغ تا آخرش، یعنی گسترده ترینه. خب برای بلوغم برای این گفتم که یه قبلش دیگه نمیتونستم خیلی هر چیزی رو تعریف بکنم، مثلا چه چیز زناشویی رو برای 8 ساله تعریف بکنم. و باز به نکته سخت ولی برای من خیلی خیلی عزیز رسید که اگه بنا باشه شنونده های تو اینقدر اقشار و سنین متفاوت باشن، هدف تو این باشه که درک بکنن، همتت این خواهد بود که مثال مناسب پیدا بکنی، نه اینکه روزه بخونی 50 جلسه هی بگی. تا شروع کردم مثال پیدا کردن، حالا دیگه وارد دنیای تقریبا میخوام بگم به آثار داره تبدیل میشه. احساس میکردم متوجه نیستیم، انقدر آرام آرام داره اتفاقات میفته، انقدر اتفاقات مهیبه ولی انقدر کنده که متوجهش نیستیم. اومدم آدمایی رو کشیدن دارم زندگی میکنن، اولین تصویرم که بعدا خرابش کردم یه خانواده است، پدر، همسر یعنی مادر، که بغل مادر یه بچه است. بعد آب انقدر آرام آرام اومده بالا و اینا دارن عکس یادگاری میگیرن، تو دریا عکس نمیگیرن. این آب آرام انقدر کند اومده بالا که ما متوجه نیستیم. 20 سال طول کشید به نیمه رانمان رسید، 20 سال طول کشید تا اینجام رسید. بعد اینا خوشحال عکسشون دارن میگیرن، مادر مدت هاست زیر آب، دیگه چیزی ازش پیدا نیست. بچه هره که بالاتر آورده که ترکیب عکس بامزه تری بشه تا اینجا شد، یعنی 2 سال دیگه اگه بیاد اینجا بچه هم تعطیل شده. مردم خوشحاله، فقط چون شانسش زده و قدش بلندتره آب هنوز نگرفتتش. و فکر میکردم آبه که به اینجا برسه یعنی حذف، یعنی تموم شد دیگه، وقت تموم شد دیگه. معادل عمر و اتفاقات رو اومدم آب گرفتم، مثال بود دیگه. مگر جز اینه که ما مثلا تو چیزای مختلف وقتی که کلمات یاریمون نمی کنه، تعاریف یاریمون نمی کنه، مثال میزنیم؟ در همین حینه تو این آبا بودم و فوری شروع کردم به صورت امتحانی نشون دادن. 3-4 تا کار من کردم تو همین گالری لاله، توی نمایشگاه گروهی. دربون اونجا گفته بود که من این کارو میخوام. خانم خلیلی مسئول گالری بودن به من گفت و اینا. بعد مثلا گفت هم جالبه که ببین این میگه من اینو میخوام. صداش کردم، گفتم به من گفتن من روی این کار نصف قیمت با تو حساب میکنم، گالری هم درصد نمیگیره، این حتی مثلا از نصفم کمتر میشه برای تو، اما به یه شرط، اگه تونست به منو قانع بکن که اینو میخوای ببری خونتون چی بگی؟ این معادل 3 ماه حقوق توه، چی میخوای به زنت بگی؟ چون احتمالا با همون عددم میلنگی، میگه حالا تابلو، بعد بگی رفیقمه اینو به من داده، میگه این رفیق ها کجا؟ گفتم باید منو قانع بکنی. گفت آقا من بیشتر از این که به پرداختش فکر بکنم به دروغی که به زنم باید میگفتم فکر. Thank you.
اینجوری شد که مثال برای من اهمیت زیادی پیدا کرد و شروع کردم دقیق شدن. آبا کم کم به نظرم درست بود، اما واقعیتش اینه که فشار پیرامونی یه کاری کرد که یواش یواش کم رنگ شد. اما دیگران تصور سورئال میکردن ازش، درستم هست، ولی من اصلا برای من سورئال نبود. این وقتی میپرسیدن میگفتم کاملا واقع گرایانه است به نظرم، منتها تفاوتی هست با واقع گرایی و واقع نمایی. واقع نمایی دردش اینه که عین این دوربینی که روبروی من هست رو در بیاره، ولی واقع گرایی تحلیلش میکنه، تحلیل این رو میاد میگه، میگه این ابزاری هست که میتونه این لحظات رو ثبت کنه، ذخیره کنه، نگه داره، ولی همه این لحظات از دست ماها در رفت. من میگم این واقع گراست. البته آبام داشتی خودم خیلی کار کردم، یه خودم داشت کم میشد اینا، ولی واقعیتش اینه که نمیتونم یعنی قراره که با صداقت ببرمش جلو، که نقله که زیاد نمیتونستم بذارم کنار که سورئاله کمی منو داشت آزار میداد و کم کم وارد مثالهای دیگه ای شد که شد مجموعه دکترام. ورودش به دوره بعدی رو اینجا رو نمیگم دوره متأخر بعد از اون، ولی یه تغییراتی به وجود اومد که نمایش واقعی تری هم داشت. اما در واقع مجموعه دکترای من مثلا هم یه جوری میتونه سورئال تصور بشه، چون من مثالم بود که میگم فکر کنید بزرگترین جراح دنیا، تواناترین هست، بیمارم هست، ولی ابزاره نیست که کارش رو راه بندازه و بیتاب این میگه بذار کارم بکنم. اون شروع میکنه رفتار کردن، میدونه بیمار خوب نخواهد شد چون اون قیچی و چاقویی که باید تو دستش نیست. من مثالم اینه، چیز سورئالی رو نمیخوام بگم که اون داره با یا مثلا دچار توهم جراحی شده فلان اینا. اما خب بعضی وقتا اینطوریه که وقتی در مثالی باز میشه خودش هم میشه ضمناً موضوع و دیدم انگار که خود اینا هستن. این کارهای من به نمایش نرفته، دوست داشتم، مال خودمه، دل خودمه، که مثلا داشتم باز دوباره عشق اومد سراغم، این بار به دلایل دیگه ای. دکترام ادامه پیدا کرد به شکلهای مختلف، اینکه به نظر من به آگاهی رسیدن که کاری نمیتونم بکنم، ولی میان سر کارش. یکی از کارهایی که الان یادم میاد، شما هم اشاره کردین، اینکه مریضه هست، خودم هم مریضه هستم. اون موقع کمردرد خیلی شدیدی داشتم، این چیزام بسته بودم، دیدم اصلا خود مریضم. تو یکی از کارام حداقل یادم میاد یه دکتری هست که بیشتر به جای اینکه مریضه رو معاینه بکنه به نظرم داره میلاسه با دید مخاطب. من خودم مخاطب فرض میکنم، برای اینکه اون خانم انقدر جذابه که آدم بیشتر دلش میخواد اونو تو آغوشش بگیره تا اینکه معاینش بکنه. دکتر از توالت اومد بیرون، زیپشو داره میکشه بیرون، میکشه بالا، اونا دارن گپ میزنن، جوک میگن، هر کی به کار خیشه. ولی وقتی نمیتونی با دانشی که داری کار رو انجام بدی چه اشکال داره؟ هم خب دور هم جمع میشیم دیگه، مگه تو این اداره ها نمیریم که کاری ندارن؟ خب دور هم چه اشکال داره که جمع بشن؟ اگه کاری داشته باشن اشکال داره که جمع بشن؟ وقتی کار تعریف نشده خب حالا جمع میشن با هم دیگه، دید و بازدید میکنن. اما دفاع نکنم از اون ماجرا، داستانم مثاله هستش. مثال آشنا، سعی کردم که در حد اقل زمان باشه. من یه لجبازی کردم با اون 15 ثانیه که خیلی کمه که بیکن میگه، من گفتم 5 ثانیه، که بعدم فکر کردم این چیزی شبیه به شوک میمونه، یعنی ضربه ای رو میزنه که اثر ضربه طولانی میمونه، وگرنه ضربه کسری از ثانیه اتفاق میفته.